آخرین بخش برنامه امروز با خانم میتراوک عزیز همراه هستیم با بحث های همیشه جذابش خوب میخوام من هم خوبم هم خوب نیستم خوب خوب نیستم به خاطر اینکه شما هفته پیش نبودین در مورد به خاطر اینکه ماه مهره عذرخواهی کردم هفته پیش در مورد خواستگاری یا دیتین صحبت میکردیم که یه پرانتزی گذاشتمش کنار که قول میدم برمیگردیم ولی رفتیم سراغ مدرسه و ترس مدرسه که میدونیم بیداد میکنه و سوال اینجوری مطرح کردیم که خاطراتتون و تجرباتتون رو یا در مورد خودتون یا در مورد بچهاتون بچهاتون بنویسین برای این دلیل خوب نیستم برای اینکه عشق آدم در میاد خیلی دردناکه خب معمولا آدم انتظار داره خاطرات شیرین بشنه باید باید اینجوری باشه چون خانه دوم مدرسه است و خوبم که همیشه خوبم وقتی در کنار شما و عزیزان باشم آجبا. هر چقدرم از درون بد باشم به خاطر اینکه اینقدر دوست دارم کارمو خیلی خوبم خیلی اما حالا بریم سراغ درد این عزیزان ما مخصوصا دهه شستی ها ده شستی ها خیلی حالا جنگ بوده نسل سوخته. نسل سخته. دقیقا نوشته بودن آه. نسل سوخته ولی مصیبت اینجاست که دهه هفتاد و دهه هشتاد و حتی نود هم هنوز دارن آسیب میخورن این درد جامعه است این مشکل بزرگه و اینقدر برای شما تو فیسبوک من و تو پلاس و فیسبوک من نوشتن که اصلا گیت شده بودم کدوم همه رو دلم میخواد من بگم همه رو بخونم اکثرا نوشته بودن اسم معلمامونو رو خواهش میکنم بگی اسم مدرسه ها رو بگین تا اینا درس بشه واسه شون ولی خب اینجا یه پرانتز من میذارم که اسماشون رو نمیگم امیدوارم هر کدومتون که میشنوین خودتون رو جای ب... بچهتون رو جای اون بچه بذارین و انصاف رو جای بدجنسی بذارین معلمینی که میشنن سلام معلمین عموز... ما آموزگار خوب هم داریم، معلم خوب هم داریم طبیعتاً ولی فرهنگی و سیستم ما غلطه، سیستم آموزشی و اجتماعی سیاسی ما غلطه نازم خود داریم دلعه. نازم نه نا. اتفاقا اکثرا نوشتن نازم مخصوصا پسرا من, نازم تا ها من تا حالا من تا حالا نه خودم تجربه کردم که نازم خوب تو مدرسه نه تا شنیدم ازش اه. متاسفانه این دوران یه دورانی که همه میگن بهترین و شیرین ترین دوران زندگی هر آدمیه دیگه اول ابتدایی یکی از بیننده‌ای از که نوشته بود توی فیسبوک از خاطرات اول ابتدایش نوشته بود مم. که میگفتش که میومدن همون ابتدا ما رو بر اساس شغل پدرمون بین کلاس تقسیم میکردن وحشت یعنی نهایت بیشعوریه این کلمه رو بذار بگیم نهایت بی‌انصافیه که تو به خاطر اینکه بچه های کلاست میخوای دکتر و مهندس باشن من دفعه پیش که شما نبودین گفتم ای, ای معلم مهربون باش بچه ای که وضع مالیش خوبه یا اگه بعضی وقتا اگه خوبه کتک میخوره بعضی وقتا چون خوبه حالا هواشو داشته باشیم و بچه فقیر یا بچه ای که از نظر مالی وضع مالیش خوب نیست و یا درسش خوب نیست میندازنش تای کلاس بهش اهمیت نمیدن یا توهین و تحقیر میشه یا نادیده okay. گرفته میشه مثلا یکی نشسته بود هی دستام میبردن بالا ولی اون شاگرد اوله رو همه رو همش باباش دکتر و مهندس بودن و وضع مالیشون خوب بود منو اصلا نمیدید همش منو ایگنور یا کنار میذاشت اینا فاجعه است تو چطور میتونی تو ای مدرسه ای دبستان ای آموزش و پرورش تو چطوری اجازه میدی به اون مدیریتت که ها بیان تقسیم کنن بچه های تنبل یک کلاس بچه های زرنگ یک کلاس یا یعنی اینکه بچه های پولدار یک کلاس بچه های بدبخت یک کلاس من فقط یه پرانتز بذارم از عزیزان جنوب شهریم که جنوب شهر تهران و از همه جا لطف میکنن و اینقدر صادقانه منم چاکر شما مخلص شما طبق صحبت خود شما من واقعا مخلص همه همه آدم های دنیا هستم ولی مخلص آدم های ظالم هرگز نیستم هرگز هرگز چطور ما میتونیم اینجوری برخورد کنیم با بچه ها؟ خیلی جالب بود در پی همین سوالم هم گفته بودن که من خاطر خودشو نوشته بود که بیچاره گفته بود که پدرم کارمند وزارت کشاورزی بوده آها. و جالب اینجاست که برگشت گفت من وقتی اول ابتدایی بودم خب فکر می‌کردم کارمند وزارت کشاورزی یعنی کشاورز باید باشه و وقتی معلم از ازم پرسید که پدرت چیکار است بهش گفتم کشاورز آه. بعد آه. معلمش مثل که بردتش دفتر گفته که اینو بگیرین از من از کلاسم ببرین بیرون چون من بچه کشاورز نمیخوام به من یه بچه دکتر مهندس بدین اینجا فاجعه است که این بچه حالا متوجه میشه که چقدر قضاوت میشه و هر, ک... هر کسی با بکراند یا خانوادهش باید قضاوت بشه اینجاست که اون نظام طبقاتی اینجور رشد که کرد بیشتر این مدرسه جایی که همه یاد میگیرن این چیزا رو یعنی چیز خوبش رو یاد میگیرن طرف خوبش رو یاد میگیرن اینجا برعکسه برعکس. مثلا یکی نوشته بود من 19 و 25 گرفتم تشدید نذاشته بودم بعد یه بچه ای که عزیز دردونه معلمم بود اونم نذاشته بود برای اینکه بتونه به اون 20 بده خودکار من گرفت رو اون تشدید گذاشت من از همون کلاس اول متوجه شدم که چقدر فرق هست و باید میچ میشه تقلب کرد نظام آموزش، نظام تعلیم ما باید یاد بدیم چقدر شکنجه میکنن یکی نوشته بود بچه کلاس اول دومو که خودم شاهد بودم یکی از معلم ها میبرد یه گوشه خودشو ارضا میکرد ای چی بگم چی بگم شرم بر تو ای معلم شرم بر تو که همچین بلاهایی سر بچه های مردم میره خیلی جالبه هیچ نظارتی هم وجود نداره یکی نوشته بود که من کلاس اول بودم وارد کلاس اول شدم روز اول معلم کلاس اولم یکی از بچه ها رو خیلی کتک زد و من خیلی دیگه ترسیدم روز اول مدرسه دبستانم بود و بعد یه معلم دیگه که همون اسم بود و دو چاق بود اسمشون رو میمگم اونم بیجا منو شروع کرد زدن بعد من رفتم به, ما... به, خوا... به... به مامانم گفتم مامانم اومد مدرسه دعوا کرد که چرا بچه ها میزنی؟ فردا که من داشتم میومدم مدرسه نازمه همون نازمه که منو میزد در مدرسه وایستاده بود چنان منو زیر مشت و لغت گرفت که از این به بعد تو گوشتو تو میگیرم که دیگه حق نداری بری به مامانت بگی وقتی من کتکت میزنم دایش چجوری درست شد؟ آیسس چجوری درست میشه با همین ظلم ها درست میشه وقتی من کتک خورده باشم یا اینقدر راحت بتونم کتک بزنم عزیز بچه ها میگفت مثلا من زیر مشت و لغت میگرفتن بی خودی یعنی همین طوری مثلا من یه کیس داشتم گفت چکر رو میزنم که از روز اول صبح آدم بشی بعد بعد زدن روی دست که دیگه عادی بود بعد میگفت برو با آب سرد بشور برگرد که بیشتر درد بگیره آخه کجای دنیا شما زندگی میکنید شما چجوری میتونین اینجوری رفتار کنید بعضی از پدر مادرها با بچه های خودشون اینجوری رفتار میکنن تو خونه بچه هاشون اینجوری میزنن چطور من میتونم دیگه آدم باشم یه نفر بود سی سال از عمرم گذشت سی سال از مدرسه مدرسم گذشته هنوز از جلو مدرسه میرم تنم, تنم میلرزه یعنی بین چه آسیب های روانی میذاره تو دنیای روان ما به خاطر چهار تا چند تا معلم حالا ای معلم ای آموزگار من میگم حتما خوبم داریم مهربانم داریم ولی اکثرا نیستیم حالا دلایل دیگه هم دارن معلم ها حقوقشون کمه زندگی زناشویشون خوب نیست با شوهرشون یا زنشون دعواشون شده مشکلات خانوادگی دارن مشکلات روانی مشکلات افسردگی حالا هرچی چی اینا رو من میفهمم درک میکنم اما حق نداری انگلیسی میگه حد کلا تو بعد برداری وقتی که وارد یه رابطه مثلا از معلمی وقتی میای خونه دیگه مادری معلم نیستی به انگلیسی میگن حتتو تو برداری حالا کلای مادری مثلا بذار هر چی تو مشکل داری توی خانه به بچه ها ربط نداره تو بعد برگردی اون کلای خانت بذاری کنار بگه حالا من معلم مؤمنم اکثر از از معلم های دینیشون نوشته بودن میگفت یکی نوشته بود انگشترش آیه آیه قرآنم رو انگشترش بود وقتی میخواست بزنه انگشترش رو میچرخون که اون قلاب سیاکی باشه چنان تو سر صورت ما میزد که دردمون بیشتر بگیره آخه معلم دین و اخلاق تو که بدتر بر علیه دین و اخلاق میکنی این کارو کجای این اخلاقه من که بدتر منزجر میشم وقتی تو من اینجوری رفتار بکنی یعنی دو یک درصد یعنی تو تمام های تازه من تو پلاس من دو سه نفر رو فقط دیدم که میگفت خوب بود همه فقط نفرین کردن اکثرا نوشته بودن میخوایم انتقام بگیریم منتظرم یه روز ببینمش یکی نوشته اون گور به گور شده الان ده سال گذشته شاید الان شده 65 سالش یعنی همش تو این حس انتقام منو نگه داشتی در صورتی که بعد بهترین روزای زندگی من باشه یک یه نفر نوشته بود که وای وای چه چی چیزایی شما نوشتین من خارج از کشورم چه معلمای خوبی داریم. دقیقا اگه در مقایسه ببینین اینجا پیدا کردن شغل معلمی یکی از سخت این کار است. از لحاظ اخلاقی میان بررسی میکنن از لحاظ بک‌گراند خانوادگی بررسی میکنه تا این شغل رو بد بدن دخیقا. در صورتی که دا داخل ایران فکر میکنم یکی از ساده ترین شغلایی که شما میتونید بگیرید به خاطر همین هیچ گونه بررسی درباره شخصیت یه نفر از لحاظ اخلاقی اینو وجود نداره نه به خاطر همین نه دقیقاً اینجا من دفعه پیش گفتم اینجا بچه‌ها معلم ها رو بولی میکنن معلم ها از بچه‌ها میترسن ولی اصلا دوست داره معلم ازش بترسن چون فرهنگ ما به ما میگه بچه باید از پدر مادرش بترسه بچه باید از معلمش بترسه یا اکسرا را رفعه پیش میگفت چوب معلم گل هر کی نخوره خله نه اون معلم خله که چوب ور میداره بچه مردم رو میزنه حق نداریم این چه مسئله مسخره یه دیروز تو سمینارم من تاپیکی که موضوع جدیدی که باز کردم پدر و مادر اصولی کیستند این تاپ موضوع جدیدی که شروع کردم بعد موضوع کشیده شد یکی از از دفعه از مدرسه صحبت کرد یه آقای روز اولش بود میگفت انقدر معلم من منو میزد انقدر با کش له میکرد تمام کبود میکرد منو بعد به پدرم گفتم پدرم اومد مدرسه گفت به معلمم گفت دست درد نکنه انقدر بزن تا آدم شه پدر تو باید اینجوری صحبت کنی تو باید دفاع کنی از بچه معلم حتی اگر بچه درس نخونده حتی اگر بچه اشتب... کار غلط و اشتباه کرده ای بابا ما داریم میگیم بچه ما داریم میگیم کودک ما داریم میگیم نوجوان عاقل که نشده هنوز هنوز که بالغ نشده که ما این توقع رو ازش داریم توی معلم بالغ که اگر بالغ باشی باید کمکش کنی با مهربانی یادش بدی بچه لجباستر میشه ببین بچه وقتی کتک میخوره خانه که کتک میخوره اصولا اینجوری هم دیگه وارد مدرسه هم که میشم وقتی کتک میخورم وقتی پدرم من برگرده یا مادرم برگرده بگه دستت درد نکنه بزن تا آدم شه من چی ازم میمونه یا یه آدم بدبخت افسرده میشم و یا اینکه نه انتقامجو میشم فردای روزگار یه نفر نوشته بود من از هم از مادرم کتک میخوردم و هم از معلمم حالا خودم شدم مادر دقیقا همون کارو دارم سر بچم در میارم. یعنی همین اتفاق ممکنه بیفته عقده میشه واسه من بعد دیدی که خیلی هم راحت می... مگه ما چطور بزرگ شدیم مگه ما کتک نخوردیم و بزرگ شدیم نه بزرگ شدی ولی بزرگ نشدی که ما خیلی های ما هنوز بچه ایم بزرگ نشدیم جسم ما بزرگ شده با یک دنیا مشکلات پیشیده من میخوام برای یه لحظه از خودتون سوال کنم خیلی کیس دارم حالا میگم ولی اگه وقتمون برسه میخوام از خودتون سوال کنم آیا خود تو مثلا یا تو خاطره من خاطره بعد خیلی دارم خیلی دوست مدیر رو که این کار کرد بگم مدیر مدرسه همونو دبیرستان که ما بودیم همیشه من مطمئنم خیلی الان هنوزم متاسفانه اتفاق میفته که خیلی از نازم و مدیرا اینو همیشه شک میکردن که دخترها آرایش میکنن من هیچ وقت نمیکردم ولی مثلا به خاطر اینکه موژه ها و اینا این ها مشکی بود همه فهم که مدیر و اینا فهم که من ریمل میزنم بعد اصلا الان باور نمیشه که همین چیزی مثلا برام اتفاق افتاد نه بلکه خیلی خیلی چیز غم دستمال میگرفتم نه دستمال هایی که زبرن و اینا میکشین هم همیشه رو چشای من و هر روز هر روز قشن از دم در که میمدم اینا رو میکشتم و تا مثلا که هیچی اگه نموند روی دستماله میذاشتم من برم توی کلاس آی عزیزم من یه دفعه چیز پوشیده بودم کفش های خیلی مد شده بود بوتای های تیمبرلن کفش بزرگ بود و اینا دوم فکرم دوم در برستان بودم بعد نذاشتم برم من سر کلاس و اینا بعد نذاشتم برم سر کلاس که نفرستم خونه تو دفتر نگم داشتن و کلی دعوا کردن و اینا انضباط هم به خاطر اون کفش که همه نمره هم 20 بود اون سال انضباط هم دارن 11 بعد جالب اینجاست که اینم میخوام بگم که مامان من یه هدیه ای برد برای مدیر مدرسه همون 11 رو خیلی راحت جلوی چشم من من, من تو دفتر بودم 11 رو خیلی قشنگ خودکار برداشتن 11 کردن 17 چون رشفه گرفت. به همین راحتی، به همین سادگی. و این چقدر حق خوردن ببین از کجا شروع میشه؟ حق گرفتن و باج دادن. و میدونه که کشور ما یکی از بالاترین باج دهنده هاست که دهه ده های اخیر خیلی بیشتر شد. نظام آموزشی وحشی تر شد به نظر من. خشونتش خیلی بیشتر شد. نظام گذشته خیلی فکر میکنم بهتر بود. بود، بود، همیشه بود. ولی الان بیشتر شد. برای اینکه همش تلاش کردن نسل جدید به اصطلاح آدم کنن نسل جدید رو اینجوری آدم میکنی بسم. من و تو اول خودمون رو آدم کنیم تا بعد به آدم کردن دیگران برسیم من اگر خودم آدم بشم اون وقت جامعه هم درست میشه وقتی من خودم آدم نیستم با کدوم اخلاق میخوام بچه مردم آدم کنم و یا دیگری رو آدم بکنم اینقدر کیس زیاد نوشتن برای من که و درد ناجونه؟ نه من خواستم فقط درباره مدرسه پسرانه در, در مقایسه با مدارس دخترانه بگم حالا شاید برای دختر خانم من از لحاظ روحی هم مشکلاتی مثل نیلوفر پیش بیاد ولی خب توی مدارس پسرانه فکر می‌کنم بیشتر اعضا فیزیکی هستش خیلی و خیلی یعنی تمرینات فیزیکی این مدرسه خیلی لای انگشت و یا خطکش یه خطکش ها رو اینجوری میزنن تو سر ببین تحقیر کردن حتی یکی نوشته بود که من وارد مدرسه دبستان وارد کلا... دا... کلاس شدم دیدم همه اینجوری من نگاه کردن اینجوری اینجوری میکردن گفتم چی شده معلمم شروع کرد حالا شما نگاه کن بچه دو... کلاس دوم معلمم اینجوری نگاه کرد انگار که مثلا داره با یه بزرگ به نظر من انگار دا... تو به چه حقی رفتی به مامانت گفتی که من تو رو زدم و شروع کرده داد بیداد و عصبانی و این بچه رو کتک زده که من کی تو رو زدم که تو رفته به مادر چغلی کردی پشت سر من میره حرف میزنی آخه معلم بچه هشت ساله رو تو داری مثل بچه بیسه ساح... مرد بیسه ساح... هشت ساله حرف میزنی باش که این بچه نوشته بود که من گیت شدم که اصلا چی میگه گریه که هم چقدر کتک زد از کلاس بیرونم کرد بعد که برفتم به مامانم گفتم مامانم اومد و گفت این که به من نگفته هر چی گفت این اصلا به من نگفت شما مزدی بچه رو معلم تا آخر تا آخر سال با من بد بود منو کتک می کتکش چرا میری میگی من تو رو کتک زد دقیقا جالب اینجاست که این گفت من نگفتم تازه تازه نگفتم بعد یه نفر نوشته بود که اون از بسکتبال هستش اون سبد بسکتبال از پا ما رو اعدام میکرد آویزون میکردن شلاغ ما میزدن اینا اصلا شوخی بردان نیست از روانی یعنی جرم شما میدونید تو دنیا اگه اینجا اتفاق بیفته میندازنش زندان بیچاره تمام اول همه میدیا همه روزنامه ها و تلویزیون ها در مورد صحبت میکنن پدر طرف رو در میارن شوخی اصلا شوخی ندارن چون کودک از خانه مادر و پدر حالا رفته به اصطلاح معلم مادر دوم و پدر دومه بعد پدر و مادر دوم این بلاها رو سر آدم بیارن واقعا فاجعه است چه جور من میتونم یه همچین اینا ببین به همین دلیله که وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم جامعه ما بیمارتر شده جامعه ما سالم تر نشد خب در مورد صحبت تو توی نفر نوشته بود که وقتی که وارد مدرسه ما می شدیم چهار تا خانم با چادر سیاد مثل جلاد وایساده بودن یکی بعد مثل پاک میکرد یکی کیفو نگاه میکرد یکی کف جوراب و نگاه که سفید یه وقت نباشه یعنی از هفخان رستم ما بعد رد میشدیم حالا شما کن نگاه کن صبح اول صبح چقدر به من استرس وارد شده که من حالا وارد مدرسه بشم من که دیگه تمرکز ندارم وقت حالا به خاطر اینکه خود حال هوا رو خوب کنیم بریم سراغ یکی که دیروز تو سمینار برامون تعریف کرد کلاس 4 بودم خیلی شیطون بودم خیلی شیطون بودم خیلی شیطون بودم قف گفت شیطون بودم بعد معلم خیلی منو گرفت زد با این ترکه ها پدر من در بود بعد سه چهار تا هم بودیم سه چهار تا مون انداخت تو توالت درو بس مثلا ما رو اونجا زندانی کرد منم خیلی شوخته بود شیطون بودم از بچگی گفتم حالا بیا آغازی بخونیم آمنه رو خوندیم لب کارون رو خوندیم می‌زدیم می‌رقصیدیم معلم اومد صدا رو شنید اومد منو به باد تمام بدن منو کبود کرد رفتم خونه مادرم دید گفت چی شده گفتم اینجوری شده مادرم فردا اومد به معلم گفت بچه‌مو زدی گفت آره گفت با چی زدی گفت با این ازش گرفت حسابی معلممو زد دستش در, دست در نکنه دست در نکنه بریم سراغ در مورد دیتینگ و خواستگاری صحبت می‌کنیم که ادامه میدیم باز در, در مورد خاطراتتون ما بنویسین که چه اشتباهاتی کردین خوب و بعدش برام بگین خیلی ممنون خب دوستان عزیز به پایین برنامه امروز رسیدیم با ارتباطی با ما رو که می‌دونید فیسبوک ما پلاس هست گوگل پلاس وبسایت هستیمون هست هشتگ مانتو پلاس هم یادتون نره تا یه برنامه دیگه یه مانتو پلاس دیگه خدا نگهدار 对。<Yeah. S 2> yeah.